بینندگان عزیز تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی نشی نوبتی برنامه اگراتوریسم است منظورتون عین حال ما در بازار مهرگان شهر دوشنبه قرار داریم و برنامه نوبتی را در دایره فستیوال نمایش فروش کارتوشکا و تیار نمودن خوراک از آن پیشنهاد شما می نماییم ما را همراه باشید سالی دویوم است که در بازار مهرگان پایتخت فستیوال نمایش فروش کارتوشکا و تیار نمودن خوراک ها از آن دایر می گردد که در آن نوه های گوناگون کارتوشکا و خانی از خوراک های کارتوشکا آماده شده پیشنهاد ساکنان و مهمانان گردانیده می شود. اینچنین در دایره فستیوال کشاورزان مملکت نوه های این محصولات را با نرخ نسبتاً ارزان به فروش می برارند. در فستیوال امسال زیاده از 400 تن کارتوشکا برای فروش به ساکنان پیشنهاد گردید. اینچنین از جنوب مسئولان کمیته و مؤسسه ها از جمله وزارت کشاورزی که تشبسکار اساسی فستیوال می باشد خانی با تام های کارتوشکا آراسته پیشنهاد شد. باید قید کرد که سوهای کارتوشکا پروری در تامین امنیت عضوخواری مملکت سهم نظر راست دارد. کارتوشکا زراعت منطقه معتدل بوده در شرایط جمهوری تاجیکستان خوب نشو نما میکند. از کارتوشکا زیاده از 200 نمود توام ها تیار کرده می شود. خصوصا در جمهوری ما سالهای آخر که سیاحان بیشتر وارد می شوند از توام های گوناگون و با لذت مردم ما استعمال و استفاده میبرند. این یکی از وسیله های جلب نمودن سیاحان نیز به جمهوری ما میگردد که از جهت اکولوژی غذای تازه را ما به آنها پیشنهاد میکنیم. در صحنه بازار مهرگان کشاورزان مملکت با مناره و آرایش مخصوص نوه های گوناگون کارتوشکا را پیشنهاد نمودند که سرزمین اقلیمش مناسب برای پرورش کارتوشکا بودن تاجیکستان را باری دیگر نشان می دهد. صبح بروقت ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه برای تماشای فستیوال پرشکوه امروزه گروه گروه به بازار مهرگان آمده از تماشای نمایش فروش کارتوشکا و نوه های گوناگون خوراک های از آن تیار شده بهره می بردند. دهقانان مملکت از تمام کوشه و کنار جمهوری دسترنج خود محصولات کشاورزی از قبیل نوه های گوناگون زراعت کارتوشکا را پیشنهاد اشتراکداران نمودند. در فستیوال مذکور معاون سروزیر مملکت سلیمان ضیازاده، وزیر کشاورزی مملکت قربان حکیمزاده، نمایندگان حکومت جمهوری، وزارت کشاورزی، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، اکادمی علم های کشاورزی، دانشگاه اگراری تاجیکستان و ساکنان و مهمانان پایتخت اشتراک نمودند. واقعاً هم امکانیت های سیاحتی خواجگی کشلا یا اگراری گویم این امکانیت ها هم از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان خیلی به طور وسیع فراهم شده استفاده است. من مثال میبرم تجلیل جشن مهرگان، تجلیل جشن صدا، تجلیل جشن نوروز و تجلیل چنین فستیوال نمایش ها این امکانیت های سیاحی را فراهم میبرد و شما بینه در همین میدان بسیار برهوا مهمانان از تمام گوشه و کناری های سیاره در اینجا حضور دارند و با تب و زفق زیاد هم تماشا میکنن و هم برداشت مؤثر به خودشان میگیرن. با گفته عالمان سوهای کشاورزی کارتوشکا یکی از زراعت های اساسی خوراک برای اهالی کره زمین به شمار می رود. موافق معلومات تشکیلات عضوخواری و کشاورزی سازمان ملل متحد از حساب حجم عمومی استحصالی بعد از گندم و شالی کارتوشکا در دنیا جای سیوم را اشغال می نماید. اطلاع داده شد که سال روان در همه شکل های خواجگیداری در جمهوری در میدان 55527 گکتار کارتوشکا کشت کرده شد. تا یکم نوامبر سال روان 982 تن کارتوشکا جمع آوری شده است که نسبت به همین دوره سال سپری گردیده 50000 تن زیاد می باشد.
با گفته متخصصان معیاری توصیه شده استعمال کارتوشکا در تاجیکستان برای یک نفر در یک سال 92 کیلوگرم را تشکیل می‌دهد. موافق معلومات دیگری تشکیلات آذوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد در دنیا 52% حاصل کارتوشکا برای غذای آدمان، 34% برای خوراک حیوانات، 10% برای تخمی و قریب 40% برای استحصال کرخمال و سپرد صرف می‌گردد. با گفته عالمان صحه کشاورزی کارتوشکا در سیستم کشتگردانی زراعت همچون زراعت پیشکش شونده خوب دونسته می شود، زیرا بعد کشتی آن قبطی بالایی خاک کاوا گشته علف های بیگانه خیلی هم کم می شوند. کارتوشکا همچون زراعت اساساً به وسیله لونده ها پرورش می یابد. در تاجیکستان کارتوشکا در منطقه وادی رش، نویه های ولایت ختلان، منطقه ولایت سوخت، وادی حصار و منطقه ولایت مختار کوهستان بدخشان پرورش می شود که نوی بهترین آن به منطقه لخش راست می آید. باید قید کرد که کارتوشکا زراعت است که در منطقه های گوناگون جمهوری پرورش کرده می شود. از لحاظ که کارتوشکا با گروه های گوناگون جدا می شود، کارتوشکا نوع های همه طرفه استفاده شونده، نوع های غذایی، نوع های صنعتی و نوع های خوراک چوربا. از این لحاظ در جمهوری تاجیکستان نوع های بروقتی، میانه بروقتی، میانه پاس، میانه دیرپاس و دیرپاس پنج گروهی از جهت پخترسی کارتوشکا جدا کرده شدند و در منطقه‌ای که شرایط اقلیمشون گرمتر است آنها کشت بروقتی رو میگذرانند که در آنجا کارتوشکای نوهای بروقتی کشت کرده میشن و نوهای کارتوشکایی که مهلت پخترسی آنها درو دراز است یا اینکه میانه پاس یا اینکه دیرپاس هستند آنها به منطقه‌های معتدل یا که منطقه‌های نسبتاً سلخین خوبتر مساعد می باشد. با توصیه طبیبان خصوصیت خاصی این زراعت در آن است که مقدار زیادی ویتامین B6 دارد. دارای مقدار زیادی میکروالمنت ها از قبیل کالی، میس، فسفر و کیسلوته نیکوتین می باشد. اینشین برای ارگانیسم آنتی اکسیدانت است. زیرا آن دارای فیتونوترین می باشد که پیوستگی های ضرر آور را تازه می نماید. طور ذکر گردید در فستیوال نمایش فروش کارتوشکا و تیار نمودن خوراک ها از آن کمیته مؤسسه های مملکت از جمله کمیته رشد سیاحی و دانشگاه اگراری نیز فعال نشریک می‌ورزند. این است که در فستیوال گوشه سیاحی اگراری تشکیل گردیده کارتوشکا همچون برندی ملی سیاحی معرفی گردید. کمیته رشد سیاحی با جلب بکت‌های خدمت‌رسانی سوهای سیاحی خصوصاً مؤسسه‌های خوراک عمومی و مؤسسه های استقامتی در قطار دیگر وزارت اداره ها در این نمایشگاه بسیار زیبا گوشه سیاحی خود را آماده کرده با پیشنهاد انواع خوراک های لذیذ که از محصولات کارتوشکا آماده شده است و معرض دوستداران و هواداران سیر و سیاحت نموده است. برگزاری فستیوال کارتوشکا و آماده نمودن انواع خوراک های لذیذ از این محصولات جهت رشد اگراتوریسم در جمهوری تاجیکستان بسیار مساعدت فعال می نماید، چون که نمایش کارتوشکا و فروش این محصولات تنها یک چورابینی نموده بلکه یک تفکری فلسفی دارد. با پیشنهاد نمودن انواع محصولات کارتوشکا از تمام نقطه های جمهوری تاجیکستان با معرض ساکنان و مهمانان پایتخت گذاشتن و بوی نمودن و غنی گردانیدن دسترخوان ساکنان پایتخت مساعدت میکند. در گوشه مذکور امکانات سیاحی اگراری کارتوشکا پروری و خوراک های از کارتوشکا آماده شده به معرض تماشای مهمانان گذاشته شد. طبق هدف های استراتژی در ابتدا برند سیاحی کشور توسط عملی گردانی چورابینی ها معین شده، با وارد شدن معلومات نوی ایلوگی از سیاحان واقعی و احتمالی با آن تغییرات داخل کرده شده با معرفی نمودن مملکت مساعدت می نماید. تجلیل جشن های ملی خاص کشاورزی از جمله نمایش فروش محصولات کشاورزی و خوراک های خوردن بابی
از آن تیار شده، دقت سیاحان و مهمانان خارجی را به کشور آفتابرویای ما بیشتر جلب نموده، به رشد سیاحی کشاورزی یا خود اگروتوریسم مساعدت می نماید. سببی که محصولات کارتوشکا نان دویمی مردم شهروند تاجیک به حساب می رود، تشکیل نمایشگاه فروش محصولات کارتوشکا یا خصوصا کارتوشکا بسیار منطقی و به موارد می باشد. کمیته رشد سیاحی با استفاده از چنین امکانات ها می خواهد که رشد ساحه اگروتوریسم را در آینده به نقشه گیرد. ما می خواهیم در آینده با استفاده از چنین امکانات های فراغ، خصوصا نمایشگاه کارتوشکا یا که دیگر فستیوال ها، ایدهای مهرگان، تیرگان، صفی سیاح های خارجی را به کشور خود زیاد کنیم و به همین واسطه ساحه اگروتوریسم را در قلمرو جمهوری خود وسعت بخشیم. بسیار یک اید زیبا است. در اینجا نه تنها ساکنان شرفمند کشور عزیزمون را میبینیم، و حتی مهمان های خارج را هم میبینیم که علاقه تای سالهای اخیر با این ایدهای ملی ما، نمایشگاه های ما توجه خاص ظاهر کرده ایستادند. از جریان فستیوال نمایش فروش کارتوشکا و تیار نمودن خوراک ها چند از مهمانان خارجی از کشورهای دور و نزدیک دیدن نموده، یک جهان تاثیرات نیک و خاطرمان برداشتند. ما از آذربایجان آمدیم و حالا خرسندیم که در این فستیوالی که با کارتوشکا بخشیده شده است اشتراک داریم. در آذربایجان نیز چنین فستیوال ها برگزار می شوند، اما فستیوال شما خیلی فرق دارد. این چورابینی از نگاه ما خیلی غیرعادی گذشته شده است. فستیوال در واقع خیلی جالب است. خوشنودیم که محض در همین روز اینجا آمدیم. از همه عجیبش برای من این دیدنی خوراک های گوناگونی از کارتوشکا تیار شده بود. همه‌اش بسیار خوب است. از مسکو به تاجیکستان با سفر خدمتی آمدیم. امروز باشد به این ایدگاه کارتوشکا آمده خیلی خرسند شدیم. هرچند در مسکو هم کارتوشکا کش کرده می شود، اما باری هم شاهد برگزاری این گونه فستیوال های جالب نشدم. از تماشای فستیوال کارتوشکا بسیار خاطرات و تاثیرات نیک برداشتیم. معاون سروزیر مملکت سلیمان زیازاده فستیوال را افتتاح نموده اظهار داشت که تاجیکستان تا سال 2020 1 میلیون تن کارتوشکا استحصال می‌نمود. این رقم سال 2021 به 1 میلیون و 20 هزار تن رسید. موافق معلومات پیشکی امسال استحصال کارتوشکا به 1 میلیون و 150 هزار تن می‌رسد که آن به تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت تاثیر مثبت می‌رساند. کشاورزان ولایت سرخ سال جاری در همه شکل خوجگداری ولایت در میدان 25712 هکتار کشت کارتوشکا گذراندند که این نشان داد نسبت سال 2022 1496 هکتار ایجاد می‌شود. با حالت 1 نوامبر سال جاری طبق معلومات آماری در همه شکل خوجگداری ولایت زیاد از 534 هزار تن کارتوشکا استحصال کرده شد که این نشان داد نیز نسبت به همین دوره سال گذشته سال 2022 نزدیک 32 هزار تن زیاد می باشد. در ولایت سرخ گفتن ممکن است در 14 شهر نایه ها کشت پرورش کارتوشکا براه بانده شده. بیشتر نوهای پیشپز میانه پز دیر پز نوهای پیشپز در بودگی ها در شهر کنی با دوم نایه های با جان غفور و جب و رسول و زفر و بود مسچ و سپیتمین عشق کشت گذرانده می شود. این نوهای میانه پز باشد در شهر نایه های اسفره، پنجکین، استراوشن و دیرپز خصوصا در کوهستانی مسچور، نایه اینی، قسم شهر پنجکین، دیوشتی، شهرستان
و در بلانکویش هر ایتالوسان کشیم دارم دویچه من منطقه خطلان، منطقه رش، منطقه سوق، نویه های توبی، جمهور ما از تجربه یک دیگر بهره گرفتیم من اینجا بسیار کاری خوب شد از حساب اکادمی اینوی کشاورزی دانشگاه اگری به نام شیرینشاه شاه تیمور امروز دستاورت های علمان تاجیک پیشنهاد گردید بسیار دهقانان ما بهره گرفتن که همین اون کاروی علمی که هست ما حرکت میکنه همینه در تجربه جاری کرده برای تامین امنیت و اوزقواری مملکت که امروز کارتوشکا همچون در تاجیکستان عزیز ما نونی دویم به حساب میرود بیشتر همین نوهای نو استفاده بریم و سیلوکی بلند برداریم در این مجموع حجم استحصال کارتوشکا رو زیاد نمونده در تامین امنیت و اوزقواری مملکت حصه گذار باشیم. در جنبست ده ماهه سال 2023 سهم کشاورزان مملکت در مجموع محصولات داخلی 25% را تشکیل می‌دهد. همچنین در دایره فستیوال نمایش فروش کارتوشکا و تیار نمودن خوراک‌ها از آن نمایش فرهنگی فراغتی پیشکش تماشابینان کرده شد. همین طور فستیوال نمایش فروش کارتوشکا و تیار نمودن خوراک‌ها از آن با سخنرانی مهمانان رسمی و سپریدن سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی جهت اشتراک فعالانه و تشکیل گوشه‌های نمونوی از جانب وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان با کشاورزان نمایندگانی مؤسسه و کارخانه ها و شهر و نواحی مملکت به پایان رسید. باعث ذکر است که در زمانی صاحب استقلالی توجه به نوع سیاحی کشاورزی افزوده است، زیرا میوه های شهدبار، پلیزی ها، زراعت کارتوشکا و دیگر محصولات از لحاظ اکولوژی تازه زمینه رشد سیاحی کشاورزی یا خود اگروتوریسم به شمار می رود. اینجا بینندگان عزیز میرسیم به پایان نشر نوبتی برنامه اگروتوریسم که از تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی منظور شما گردید. یادآور میشیم که برنامه مذکور در دایره فستیوال نمایش فروش کارتوشکا و تیار نمودن خوراک ها از آن منظور شما گردید. با امید سلامتی و سربلندی و سعادتمندی شما تا برنامه های آینده خیر.